دسترس من دو، تو به چشم جملالا جاریم چون چشم نو، دروای تو پریدا اوسرا گرگ جونا، بی خیال تو دمی گونی نتوانا، هر طرف پرز تو من با تمنای وصالا، من چنون زارا با پیش شوکت و شان و جلالا، رسم عاشقی چه باشا از تو پر هر نفس من، در میان سمان تو کسے ماں، بے قسم ماں تو کسے ماں، دروائے تو پریدا اوسرا گرگ جونا، بے خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا ماه مبارک رمضان ماه رحمت توست، روزها و ماها با امید آمدنش نشستیم تا در زلال حضورش دلمان را از تیرگی خطا و گناه بشوییم و با درگاه رحمت و مهر تو که در این ماه گشوده است چنگ زنیم. امیدوار هستم که این ایام بر شما خوشسب باشه و از این ایام مبارک شما بهرمند شوین. مبارک باشه رمضان بر تمام ما و شما، و امیدوار هستم که از روزهایی که گذشت و روزهایی که باقی مانده از برکات این روزهای ملکوتی شما بهرمند شوین. خیلی زیاد خوشحال هستیم که شما بیننده این برنامه هستین. واقعا در این چند روز حس کردیم که میلیون ها بیننده داریم و سپاسگزار هستیم از تک تک شماهایی که بیننده برنامه هستین. عرض ادب و احترام خدمت تمام شما دارم. شما روال برنامه را خوبتر از من میدانین، چون شما بیننده هایی هستین که هر شب این برنامه را دنبال میکنین. ما در این برنامه
ماجرایی را که تقدیم شما میکنیم، ماجرای کمک کردن به کسایی که واقعا نیازمند هستند. و مهمان شب گذشته ما قاری صاحب عبدالکبیر حیدری، شما میدانین که وعده دادن تا به فامیلی که دیشب ما نامه‌شان را خواندیم کمک کنند. حالا میریم این ماجرا را با هم میبینیم، یعنی ماجرای کمک قاری صاحب همراه همو فامیل. میریم با هم میبینیم، برمیگردیم. با زکات هم در پنهان آمده و هم در آشکار آمده. لذا هدف ریا در این نیست، صرف یک جنبه تشویقی داره و بحث از این نیست که زمانی که ما زکات میتیم یا صدقه میتیم حتما باید در پنهان باشه، بلکه در آشکارا هم قرآن عظیم شان میفرماید و ينفقوا مما رزقناهم سرا، در آشکارا و علانیه، یعنی در خفا و در آشکارا. میشه که صدقه بدی اشکال در اون نیست، اما هدف ریا نباشه. اما اگر جنبه تشویقی داشته باشه شک درش نیست که مفادای بیشتر هم داره. و یک پیام دارم با اون اجزایی که علاقمند نیستن به همکاری. همکاری خودش یک سعادت میخواه، سعادت الهی است که به هر کس نصیب نمیشه. اون عزیزایی که ما یقین دارم الحمدلله روزه میگیرن و نماز میخوانن، تنها خلاصه نمیشه بایی که ما نماز بخونیم و روزه بگیریم. یک قسمت از کار و وظیفه دین که نبی مکرم اسلام گفته که من خودم مأمور هستم که صدقات و زکات را بگیرم، از ثروتمندان و به مستمندان بدهم. لذا ما هم امت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم هستیم. لذا سنت پیامبر، کسایی که استطاعت دارن و استطاعت مالی دارن، اینا ای افتخار بزرگ نصیب خود ان شاء الله بگردانند.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات تمام شما عزیزانی که بیننده برنامه هستن و نفس کشیدنتان در این اتمسفیر رمضان. شما میدونین که ما هر شب در این برنامه مهمانی میداشته باشیم و مهمان عزیز امشب ما جناب بکتاش سیاوش هستن. خوش آمدین، سعادتمند هستیم که شما را در برنامه با خود داریم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله و اصحابه اجمعین. سلام خدمت شما، خدمت همکاران عزیز و کافه ملت مسلمان و روزدار افغانستان دارم. خیلی خوش آمدین به برنامه. خب باید یک وقفه بریم، بعد از وقفه برمیگردیم. شما بیننده برنامه باشین که گپای خیلی جالبی در این برنامه قرار است گفته شده. برمیگردیم. خوش آمدین، انشاءالله که بیننده این برنامه باشین و سپاسگزار هستیم از تمام شما عزیزانی که بر ما ایمیل گذاشتین، بر ما پیام گذاشتین و تماس هایی که شما داشتین واقعا ما را خوشحال ساختین. همطور که شما میدانین قبل از وقفه بر شما گفتم که مهمان امشب ما آقای بکتاش سیاوش هست. ما باید یک موضوع همیاله بگویم که اگر اجازه شما هم باشه، ما امروز آقای بکتاش بسیار با مشکل تانستیم که دعوتشان کنیم که بیاین، بخاطر یک سلسله هماهنگی هایی که از طرف ما البته بود ایجاد شده بود که قرار بود آقای بکتاش با گفته خودشان چهارشنبه شب، اما با گفته ما قرار بود امشب باشن همراه ما. اما ما آقای سیاوش بیرون از بیرون از کابل دعوت کردیم و برنامه میتونین بگین کجا بودین؟ برنامه تو ما رفته بودم امروز جمعی از دوستا و دلیل ازی که برنامه خاص نداشتم میخواستیم در بیرون از شهر باشیم، حتما بر افطار دیگه. اما طور دیگه رمضان است و در جولیان روز که نمیشه چیزی گرفت، ولی با افطار بعضی از دوستان معوت میکنن، خواستیم افطاری را امروز از نو باشیم، ولی چون برنامه به گونه‌ای بود که نباید چهارشنبه و باید امروز میبودیم، شما زور شدین و من خواستیم. خب میتونین بر ما بگوین کجا بودین؟ البته اگر دوست داره جای خاص نه، ولی جای از دوستا که دعوت کرده بودن مرا، جای رسمی نه. نه من منظور نیست که موقعیت پروان. خب پروان. خب دیگه حتما خیلی آمادگی گرفته بودن و میدونین که اون مردم برای افطاری چه غذاهایی را آماده میسازن؟ معمولا فکر کنم که در مجموع مردم افغانستان و در کل مردم جهان مسلمان ها برای رمضان، چون ماه مهمانی خدا و ماه ضیافت الهی است، در فقیرترین خانه هم اگر هیچ چیز نباشه در ماه مبارک رمضان یک آمادگی های خاصی گرفته میشه. به او دلیل من مطمئن هستم که چون این ماه پربرکت است و ماه ضیافت الهی است، هیچ دسترخانی بدون فیض الهی نیست. و مهمتر از این که چه چیزی در او دسترخان است، مهمتر است که چه علاوت و چه صمیمیت و چه فضای معنویت در او است. این بسیار مهم است در رمضان که مطمئناً فکر کنم فرق نمیکنه کجای افغانستان باشه یا کجای جهان، مسلمان ها در ماه رمضان به گونه بسیار خاص آمادگی میگیرند. پس ما واقعا معذرت میخواییم که برنامه شما را خراب ساختیم. اما اینجا همکارا هستن، میشه همیاله بگوییم بخاطر وقت تا زمان افطار خیلی زیاد است، چیزایی را که دوست دارین همکارا را اگر اشاره داشته باشین شما بگوییم، همکارا آماده میسازن که باز بخیر تا افطاری نوشتان کنیم. خواهش میکنم. ما آدم هستم که در خوراک و این مسائل بسیار به دنبال این هستم که چی باشه، هر چی باشه افطار میکنیم. هر چند سفره ما غریبانه است، این پیش از پیش برتان میگم، اما ما در آغاز برنامه یادآوری کردم که میشه بگوین همیاله که همکارا آمادگی بگیرن. ما فقط یک گلاس آب و خرما هم که باشه کافی است. و مهم است که همونطور که شما گفتین که در یک جمع بزرگتر امروز هستیم که میتونیم خدمت بیشتر از دوستایی که بسیار وقت هم است که همیشه از ما پرسانم میکنن که چرا مصاحبه نمیکنی، چرا در گفتگوهای تلویزیونی حاضر نمیشی، خوب است که امو گلم تا جای پایان پیدا کنه، حضور پیدا کنه. ولی امید تو یک گپ هم هست که خیلی حضور شما کم رنگتر شده، یک مدت هست که شما کمتر در رسانه ها دیده میشین، دلیلش چی هست؟ چند تا دلیل عمده وجود داره.
دلیل اولی است که ما برای یک مدت زمان چندین ساله گوینده برنامه‌ای بودیم که هر شب به تلویزیون بودیم، به قدر کافی هم حرف زدیم و مردم هم حرفهای مرا شنیدن، چیزایی که مدارم هم میفهمند که ما چی میگم، اگر لب بکشایم همه گی میفهمند که چی سخن میگه. به او خاطر وقتی ما به ابتدا به پارلمان رفتم، تصمیم ما ای شد که زمان حرف ما به پایان رسیده و زمان عمل آغاز شده. اگر ما کار میتونم بکنم، باید در عمل ثابت کنم. چیزی که متاسفانه مردم ما را بسیار خسته ساخته است که سیاسیون ما بسیار به چیزی که عمل بکنن حرف زیاد میزنن و من ایرا به صلاح ندانستم که بیایم و در هر مورد موضع‌گیری بکنم، ولی ایرا به خیر دانستم که به دنبال کارهای عملی برم تا مرحله که من عضو برحال مجلس بودم، یعنی در اول سرطان سال پنجم که به تعبیر ما بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کار شورای ملی به پایان میرسه و حکومت مکلف است که انتخابات 30 الی 60 روز پیش از پایان کار مجلس برگزار بکنه که مجلس جدید به دنبال مجلسی که میباشه کارش آغاز بکنه. متاسفانه مشکلاتی ایجاد شد و انتخابات ریاست جمهوری به بدنامی کشانده شد. به او دلیل ما دیدیم که انتخابات پارلمانی برگزار نشد و مجلس فعلی بر اساس توافق حکومت و یا فرمان رئیس جمهور و یا استدلالی که برخی از دوستان ما در مجلس دارن دوام کار میده، ولی از دیدگاه ما چون کارش به پایان رسیده، اما از اول سرطان سال پنجم دیگه به عنوان وکیل و مجلس نرفتیم، و اضافه از اینکه کارت هویت، پاسپورت سیاسی و تمامی امتیازاتی که داشتیم به شمول معاش از همون ما دیگه نگرفتیم و خود ما وکیل نوکر مردم و خدمتگار مردم در هر موقعیتی که باشم میدانم، ولی کار مجلس چون مشروع نمیدانستم از او بعد نرفتم. این در بوده ای که تا زمانی که در مجلس بودم. پس از مجلس همیشه برای حضور در رسانه ها من فکر میکنم نیاز است که حرف های برای گفتن داشته باشیم که در یک رسانه حاضر شوند. و یک موضوع دیگه هم وجود داره، میگن شما خیلی حضورتان کمرنگ است، اما وقت حضور هم پیدا میکنین، با گپ هایی که میداشته باشین یک سر و صدای خیلی بلندی رو برای مندازه، درست است؟ کوشش میکنم که وقتی حضور پیدا بکنم که حرفی برای گفتن داشته باشم، برای که وقتی یک بیننده میلیون ها بیننده پشت تلویزیون مینشینن و حرف کسی را گوش میکنن، حداقل این حرف باید یک تازگی و یک چیز نو برای بیننده داشته باشه که ارزش شنیدن را داشته باشه. من بسیار میترسم که در تلویزیون حضور پیدا بکنم و حرفهایم خسته کننده و ملالت آور برای بیننده ها باشه و تصورشان این باشه که یه هم حرفهایی را میگه که همگی میگه. با او دلیل نخواستم که تکرار مکررات باشه. هر زمانی که حاضر شدیم خواستیم یک حرفی باشه که حداقل شایسته بیننده ها باشه که بشنوه و حرفایتون هم باز خیلی خواهش میکنم سر و صدا و غوغا گاهی وقتا جنجال. اصلا حضور ما در سیاست یک حضور جنجالی بوده، مثلا شکستاندن ساختار تلسم قدرت در افغانستان. تلسم قدرت در افغانستان به گونه‌ای بوده که شما برای راه یافتن به مقامات بلند دولتی یا مقامات ارشد دولت افغانستان باید یا صاحب ثروت باشین یا جایگاه بزرگ خانوادگی داشته باشین و یا همین مسائلی که ردیف میشه. ما در هیچ کدام این قالب ها نبودیم. آدمی نبودیم که صاحب ثروت کلان بوده باشم. یک زندگی بسیار به شکل عادی بخور نمید. جایگاه خانوادگی با وجود که من افتخار میکنم به جایگاه خانوادگی که داریم، که یک خانواده است که روشن فکر و همیشه از قلم و کتاب درش صحبت شده، ولی کار سیاسی کلان درش نبوده که رهبر یا رهبرزاده و اینطور مسائل نبوده. بنابراین وقتی شما در نمت یک موقعیت جرأت میکنین و میایین به خاطر شکستاندن یک تلسم وارد عرصه میشین که وقتی ما نامزد انتخابات پارلمانی در کابل بودیم 650 نفر نامزد بود، حداقل 100 نفر کسایی بودند که از ثروتمندان حساب می شدند، 33 نفر پیروز باید می شد
و در جمع 33 نفرم در جمع کسی 10 نفر که بلندترین راه در کابل گرفت یکی ما بودم. این جز لطف الهی و ای که مردم خواستن از ما یک امتحان بگیرن که دیده شود که ما آیا دارای همین ظرفیت هستیم که مردم یک سرمایه گذاری بر ما بکنن یا نه، چیز دیگری نبوده. ولی خود این حضور یک حضور جنجالی بود. از اون روزهای اول وقتی ما برگ ریاست جمهوری هم رفتم، یک مقدار صحبت های ما امرای رئیس جمهور در اون زمان تندتر شد. با اضافه او که زمانی که در پارلمان هم صحبت میکردیم، بسیاری از دوستا که ما حالا 5 سال امرایشان یک جای بودیم، همسنفی های ما شدن و دوستشان دارم، احترام دارم برای بزرگ سالایشان، بسیاری هاش خوششان نمیمد از حرف های ما و تصور میکردن که برای ما صرفا کافیست که ما به عنوان وکیل در یک سن جوان در امو چوکی باشم و تصور میکردن که نباید سخن بزنیم و میگفتن که گپای کلان کلان میزنی. ولی ضرورت بود چون این مقام پروردگار شایسته دانست و مردم لطف کردن برای ما انتخابم کردن. تا جایی که تانستم در مواردی که لازم بوده از حق مردم به گونه که البته شایسته مردم بوده نتانستم، ولی تا حد توان بندگی چیزی که در توانم بوده کوشش کردیم که نمایندگی درست کنم. من فکر میکنم گفتن گپای کلان کلان هم خیلی کار سختی است بعضی وقت ها در جامعه مثل افغانستان که میارها متفاوت است. خواهش میکنم در بسیار جاها که ارزش ها مهم است و مهمی نیست که شما در چه سن و سالی حضور دارید، مهم است که با کدام ارزش ها میاندیشین، اونجا مشکل نیست. برای در جایی مثل افغانستان که ما فراز و نشیب های زیاد داشتیم، طبیعی است که بدون دردسر نیست. یعنی هر حرفی که میگین باید برش یک هزینه بپردازین. بابا به قدر کافی از اینا رو پرداختیم. خب کسایی که میخوان بیاین در این برنامه مهمان شون و آرزوهایی را که ما در دیوار آرزو داریم اونا را برآورده بسازن، میتونن که به شماره تماس ما زنگ بزنن یا بر ما پیام بگذارن. شماره تماس ما 0729-00-81-85 و همچنان ایمیل آدرس ما rasmaashiqi@vantvmedia.com که میتونین بر ما پیام بگذارین. یک رفت و برگشت رسانه‌ای می داشته باشیم، برمی گردیم. سپاسگزار هستیم از شما. شما بیننده برنامه رسم عاشقی هستین و تا ساعت 7:30 این برنامه ادامه خواهد داشت. مهمان امشب ما آقای بکتاش سیاوش. بحث ها و گفتگوهای ما تا جایی رسید، حتما برنامه را در شب گذشته دیدین دیگه. بله. بسیار خوب، پس خوب است با روال برنامه آشنا هستین. ما در این برنامه یک دیوار داریم، در این دیوار نامه های خیلی زیادی هست از کسایی که بر ما فرستادن که این نامه ها هر کدامش یک آرزو هست و امشب قرار است یکی از این آرزوها را شما برآورده بسازین و میریم و میخواییم بریم یکی از این نامه ها را شما بردارین که باز در لحظات بعدی برنامه بخوانم نامه را. خب اینا از چندین روز است؟ این نامه ها نامه های مختلفی است که به دست ما رسیده و هر کدامش یک آرزو است. اگر اینجا بیستیم خب رو به کمره باشیم. این نامه را توسط ایمیل چیزا را آورده میکنن؟ نه، خودشان برما میارن. خودشان برما میارن کسایی که نیازمند هستن. تا هنوز چند آرزو برآورده شده؟ تا حالا امشب شب ششم رمضان هست و 5 آرزو برآورده شده. امشب که شب ششم است، شما آرزوی ششم انتخاب میکنید. خب پیش از این که ما بگیریم که کدام این کاغذ ها چی آرزوی داره، من آرزو میکنم که آرزوی همه نیازمند ها را خداوند برآورده بکنه، برای که ما در حد بندگی هستیم و بنده فاقد چون این توانایی هست و چون روزه داریم، شاید بزرگترین فرصت های خوب رمضان همی باشه که نزدیک افطار هم است که آرزو بکنیم که هیچ نیازمندی دیگر نباشه و هیچ دستی دراز نباشه تا ای که نیاز باشه برای
که ما بیم و کاری بکنیم. ولی به هر حال ما سپاسگزاری میکنم از شما به خاطر کار خوبی که انجام گرفته، که حداقل یک رسم خوبی است، یک فرهنگ همکاری که هم مبنای دینی داره و هم مبنای اخلاقی که باید تقویت شود و کمک شود بتانیم این فرهنگ را تقویت بکنیم. سپاسگزاری میکنم از اینکه این فرصت برای ما هم رسید که ما یکی از نامه ها را باید بگیریم. بله، یکی از نامه ها را بگیریم، ببینیم کدام نامه ها را میگیریم. ما بخوانم شما میخواهیم؟ این نامه باشه پیش ما لحظات بعد یه برنامه خواهیم خواند این نامه را. خب اگر امجا بیستیم یک چند لحظه. خب این نامه هست پیش ما، در لحظات بعدی برنامه این نامه را حتما برای شما میخوانم، اما فعلا میخوایم قرائتی داشته باشیم از قاری صاحب محترم که تشریف آوردن به استودیو. قاری صاحب عبدالله، میریم از اونا قرائتی میداشته باشیم. ما را فراموش نکنین از دعای خیرتان. بفرماییم قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ان شاء الله که طاعات و عبادات ما و شما مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. بهترین لحظات هست. ما را هم حتما دعا کنین. وقفه میگیریم، بعد از وقفه برمیگردیم در ادامه رسم عاشقی.
خوش آمدین. خوشحال هستیم که ما را بیننده هستین و امیدوار هستم که بر ما هم حتما دعا کرده باشین. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین که در این لحظات ای که دعای خیر کسی پشت سر ما باشه فکر میکنیم که بزرگترین خوشبختی بر ما هست. بر ما و جمعی از همکاران ما شما دعا کنین. آخه سیاوش هستن با من و امیدوار هستم که تا حال برنامه حال و هوایش بدلتان بوده باشه. خواهش میکنم. بسیار خوب است. بسیار فرصت خوبی بود. البته کاش پیش از ای که دعا میکردن هموطنان ما ازشان یه خواهش هم میکردیم که یک فرصت بسیار خوب است که شاید در حال حاضر هزاران نفر ما را ببینه. اگر هر یکیش یک دعای خیر میکردن به هزاران دعا همونطور که پروردگار گفته که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانین تا شما را قبول بکنم دعایتان. او خاطر دعا بخصوص از روزدار و در این حالتی که غذا همه چیز آماده می باشه و منتظر افطار می باشه رد نمیشه و هیچ عنوان. امیدوار هستم که پروردگار دعای همه ما را قبول بکنه و همه گیره مورد عفو و بخشایشش قرار بده، چون واقعا خوشبخت هستیم که یک بار دیگه پروردگار فرصتی را داد که مهمان خدا باشیم تا حداقل او گناهانی را که در طول سال انجام دادیم در این ماه مورد مغفرت پروردگار قرار بگیریم. الهی آمین. امیدوار هستم که هیچ کس از فیضی ما بی بهره نماند. انشاءالله. آقای سیاوش، رمضان و بحث رمضان سر جای خود، اما بر ما بگوین که بکتاش بعد از رمضان هم یعنی در طول ماه‌های بعدی سال هم همین گونه هست یا کم تفاوت می داشته باشد در دیگر ماه‌ها نسبت به این ماه؟ ماه رمضان یک ماه متفاوت است نسبت به سایر ماه‌ها و بسیار یک فرصت خوب است برای ای که انسان بتانه به تقوا نزدیکتر بسازه خود را، برای ای که در طول ماه‌های گذشته یک مقدار کاستی‌ها و کوتاهی‌های از جانب بنده‌ها صورت می‌پذیره، ولی در این ماه بیشتر چون تمرکز بر توبه و استغفار است به او خاطر نزدیکی بیشتر حاصل میشه و بارگاه الهی و امیدوار هستیم که بتانیم اون نورانیت و معنویت را که در ما در نتیجه عبادات و طاعات خود به دست میاریم حفظ بکنیم و بنده مصلح و صادق خداوند باشیم. هرچند بحث رمضان، روزه، نماز، این بحث کاملا یک رابطه بنده با خداست. دقیقا. که اگر آدم هر چی میکنه برای خودش میکنه و برای میکنه که خداوند اجر و پاداش برش بده، یعنی یاداوری ضرور نیست، لازم نیست که برای بگیم که ما چی میکنیم و چی نمیکنیم، برای که هر چی میکنیم برای خود میکنیم و برای میکنیم که او آینده را که در انتظار ماست و او آینده سرمایه گذاری میکنیم. دنیا جز توشه برای آخرت چیز دیگه نیست و بزرگترین سرمایه که انسان با خود میبره تقوای الهی است و یکی کی میتونه چقدر خود به تقوا مزین بسازه و به پروردگار و بارگاه الهی خود نزدیکتر بسازه. پروردگار گفته که هیچ کس به خاطر رنگش، به خاطر پوستش، به خاطر ثروتش، به خاطر دار و یا ندارش برای مهم نیست. مهم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسانی برای پروردگار نزدیکتر هستند که تقوای الهی را پیشه کردند. و امیدوار هستیم که پروردگار ما را هم شایسته ای بدانه که بتانیم مزین با تقوا باشیم و مورد بخشش و عفو پروردگار قرار بگیریم. انشاءالله. اگر خیلی کوتاه جواب بتین که وقت فکر میکنم کم باقی مونده، برنامه کاری بکتاش بر آینده چی است؟ اگر قرار باشه آیا دوست دارین که دوباره در
پارلمان خودتان کاندید بسازین یا خیر یا کدام آرزوی دیگر دارین. یک جای خواندم که نوشته شده بود که بکتاش دوست داره یک روز رئیس جمهور شوید، درست است؟ البته در ابتدا در مورد اینکه آیا ما میخواییم بر دور بعدی به مجلس نامزد باشیم، یعنی باید روشن باشه این مسئله که حرص بندگی همیشه هیچ کسی نیست که بخواید بگوید که ما نمیخواییم در قدرت باشم، نمیخواییم چوکی، نمیخواییم پول. به همین خاطر هم بود که چون ما جوان بودیم انتظار مردم بیشتر از ما بود. به ما اول سرطان چیزی که قانون میگفت و سوگند بر قرآن یاد کرده بودیم که از این قانون حراست میکنیم، به همون دلیل یک روز هم اضافه تر از اون چیزی که قانون گفته بود کار نکردیم، گذاشتیم. بازم من خود ملزم به این میدانم که مردم نظریاتش برای ما مهم است. مهم است وکالت کار نیست که شما به شوق خودتان بخواین وکیل باشین یا نباشین، مهم مردم است و شرط اساسی در رضایت مردم است. ای که آیا مردم از کار کرده شما راضی هست یا نیست، ای که آیا مردم میخواه وکیل باشین یا نباشین، این بسیار مهم است در بود دنیاییش. ولی تعز من تشا و تذل من تشا، عزت و ذلت در دست پروردگار است. در مورد ای که ریاست جمهوری ما که البته هرچی که پروردگار، حالا ای آرزویتان هست یا نیست؟ آرزوی من است که بتانم فرزند صادق و خادم این ملت باشم. مهم نیست در چه مقامی، مهم نیست در چه موقعیتی، مهم است که چگونه بتانم به این مردم و به این ملت خدمت بکنم و او عشقی را که نسبت به این وطن و به این مردم دارم بتانم او عشق در عمل برایشم نشان بدم. ای که این سمت روز جاروکش شهرداری کابل به خاطر پاککاری شهر باشه برای من افتخار است، ولی اگر روز این مسند ریاست جمهوری هم باشه فرق نمیکنه. مهم است که نیت ما در هر جایی که باشیم نیت خیر برای مردم ما، برای ملت ما، سرفرازی، سربلندی این کشور و این ملت است. شما نماینده مردم بودین، وکیل مردم بودین و بدون شک که کمک هایی داشتین با موکلینتان. چقدر از کمک هایتان خودتان راضی بودین؟ به مو اندازه راضی هستم که من معاش را که گرفتیم در پارلمان با کسانی که نیازمند بودن و موکل ما بودن امور رو با اونا نیم کردیم. به او خاطر پیش وجدانم بسیار آرام هستم و چیزی که در امیر رمضان کمک مرا رنج دادیست که چون من دیگه معاش ندارم نتانستم او کمک هایی را که سالانه میکردم بکنم، ولی آرزو دارم که کسان دیگه که توانایی دارن کمک بکنن برای مردم. تا حالا شده کسی نیازمندی آمده باشه پیش شما و دل شما را واقعا ناراحت ساخته باشه؟ وقتی یادتان میاد قلبن دلتان ناراحت میشه، او تو کسی بوده؟ یعنی اوضاع و احوال مملکت ما سراسر چنین چیزی را میرسانه و از او جایی که ما مسلمان هستیم پیامبر بزرگ اسلام میگه که مسلمان نیست کسی که شکم سیر میخوابه و همسایش گرسنه است. یعنی این رنج، رنج یک لحظه، دو لحظه، یک نفر، دو نفر نیست. ما تا زمانی که یک نفرم برای جاده ببینم دستش دراز است برای خواستن کمک، این رنج همچنان ما را رنج خواد داشت، خواد داد. ولی همه چیز از جانب پروردگار است. ما آرزو میکنم که روز پروردگار کمک بکنه، دیگر نیازمند نباشه که دستش دراز باشه برای کمک خواستن از دیگرها و این رنج بالاخره یک نقطه پایانی داشته باشه. ولی صادقانه این نسبتی ای نیست که برای کسی مراجعه صورت گرفته باشه، یعنی سراسر چیز شما در شهر میبینید. حتی اگر شما برای خوردن نان به یک رستوران به جای بسیار فیشنی و لوکس کابل هم برید، میبینین که پشت می رستوران ها نه تنها کسایی که اونجا میرن غذا نمیتونن بخورن، که اینا شاید یک عذاب وجدان کلان هم میکنن. یک کسی میره برای نان خوردن به یک رستوران لوکس، ولی به ده ها و صد ها نفر نیازمند پشت وضو است. ما امیدوار هستیم که روزی پروردگار کمک بکنه و دولت و مردم در یک موقعیت باشند که دیگر دست کس دراز نباشند. انشاءالله. امشب قرار است دلی را شما شاد بسازیم. کسی که بر ما نامه فرستاده، اگر اجازه شما باشه نامشون را بخوانم. هرچند من کوچکتر از این هستم که بتانم دلی را شاد بسازم، ولی اگر واقعا بتانیم کار بکنیم خوشحال میشیم.
سلام، نام من بهشته است. دختری هستم 19 ساله. از صنف 12 فارغ شدم و به دانشگاه راه یافتم. اعضای خانواده ما شامل 11 نفر می شود. 3 برادر خرد دارم و 5 خواهر. بزرگترین فرزند خانواده نیز خودم هستم. متاسفانه پدر 45 ساله ام بیکار است و مادرم نیز فقط می تواند کارهای خانه و رسیدگی به خواهران و برادرانم را انجام دهد. پدرم زیاد سعی و تلاش می کند تا کاری پیدا کند و از آن طریق خرج فامیل را به دست آورد، اما متاسفانه نه کاری هست و نه یک سرمایه خیلی کوچک که حتی بتوان با آن یک کراچی خرید و کار کرد. هستن زندگی بسیار خوب داشته باشند، ولی متاسفانه به خاطر نداشتن اندکترین امکانات زندگی
شاید مسیر زندگیشان به دیگه صورت و یکی امروز ما با بخش کلان مشکلات در افغانستان دست پنجه نرم میکنیم. یکی از دلایلش است که ما نتونستیم زمینه درس و تحصیل برای یک نسل مساعد بسازیم و امروز شاید کسانی که میتونستن با درس دکتر شوند، انجینر شوند، وطن بسازند، رفتن در خدمت دشمن و وطن ویران میکنند و این بسیار آزار دهنده است. ولی ما پیام بر کسایی که به خاطر امکانات مالی میخوان از درس واس بانانیست که کوشش کنن که اگر تو اگر امکانات مساعد نشه و کسی نتونه این کار بکنه، کوشش کنن که درس بخونن. برای که درس خواندن یک شرط اساسی برای پیشرفت مملکت است، نه تنها برای خودشان که برای جامعه بشری خدمت بزرگ میکنن. سختی های زمان تحصیل همگی گذشتانده به خرشی ها، به گوری ها، تشریف آوردین، خیلی افتخار بخشیدین بر ما. باید بگویم که با پایان برنامه امشب رسیدیم، بسیار لحظات کم باقی مانده. یک بار دیگه هم تشکری میکنم از آقای بکتاش که تشریف آوردن به برنامه. امیدوار هستم که مشکلات در افغانستان حل شود. تمامتون خیلی زیاد دوست دارم، وقت خوب و خوش بر همتون میخوایم. خدا نگهدارتون.